چطور برای اپیزود خودت نبود؟ شو شو نشده. بیست دقیقه ما دو, دو تا اپیزود سر چیز رفتیم تمرکز دوست <تصفح> <او تصفح> حالا اینی هم که هست چیز نیست و یعنی این حواظ میکنه چی؟ این؟ اه. ما ما. خدا بیام همه رفتگان خدا بیا مادر بزرگمون اون بهشون گفتیم خانم جون تلویزیون اگه روشن بود کسی پاش نبود میگفتن که نه نه این تلویزیون برای کی میسوزد قشنگ <applause> میگفتن قشنگ میگفتن بعد من کوچیکه خیلی مشکل داشتم با این فعل سوختن تلویزیون که نمیسوزه ولی نمیفهمیدم اون موقع میسوخت دیگه امورا. رو... رادیو اینا مگه زغالی بود نه برن میکردن یه چیز عجیب تحلیل میرفت دیگه چون لامپ و موقع واقعا تحلیل واقعا رو به سوختن بود دیگه آخرش این, این سوخت آره همیشه این لامپ تصویر مشکل داشت آره. یه امیر اون سی تلویزیون پشتش بزرگ ما دیگه این تلویزیون داشتیم این به یه مشکلی خورده بود دیر روشن میشد مثلا دکمه رو میزدی میشد دیگه نمیدونم چه غلطی میکرد ببین این مثلا شده بود نیم ساعت طول میکشید تا این روشن شه و انقدر هزینه زیاد بود ما رفته بازش کنیم قبل تره. اخبار نه بابای من مثلا هفت میزد که <تصفیح> 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 این دو رو روشن, شو روشن, روشن سیاه بود تصویر آره آره خلاصه این تلویزیونم آویا بود آویا آیوا. آیوا آیوا دبلیو ایوا. 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 ای ای پرسپولیس هم بود تا مدت ها آره خلاصه پانا... آیوا اگه هنوز هستی میتونیم بیان اسپانسر برنامه ما بشیم چی که با عدد کانال سه روشن خاموش میشد شما این ما نداشتی ما سونی داشتیم با هر عددی روشن روشن میشد پاناسونیکا ایران ناسیونالا چیز بود فقط با سه روشن بعد قاطی میکرد بعد با سه هم کار میشد این کرمو داشتین میریختین که قبل از اینکه خاموش کنید صدا رو ببرید تو بالای بالا, بالا. تا... با با ببین ببردم بوده. تا بالای بالا من خاموش میکردم خودش کر میشه اون قبلش خب بجوم 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 می می‌خرید بابا می‌خریدم که مثلا زمر بندی ولی من همیشه می‌ذاشتم رو مزرعه پنج صدا یه سرطانی داشتم سخته من همیشه پنج در همیشه ما دو بود دیگه ما راحت‌تر بود <تره> اصلا نمی‌ذاشت بعد فهمیدم خیلی دیگه این کارو کرد یعنی یا 15 بود یا 20 این دیگه من این تو شارژ موبایل دارم اون درصده ولی هیچ موقع تو ولومه چیز نداره نه یادم برای دانشگاه که میخواستیم اپلای بکنیم بعد نمرامون مثلا از 80 درصد به بالا بود جمع نمرات بعد من گوشی می اومد رو 75 اون دوران مریض شده بودم سریع با هم به شاه همه چی رو به 80 درصد امکان چیز کار نمر آخر بالا 80 شد بعد دیگه شد یه شده دیگه که در رفت دانشگاه ان شده قبل دانشگاه بعد دانشگاه آره اون کارو مریض بود این چیز که این چیزا مثلا دیدی را میریم روی درز کاشی ها نمیخوای پا این همه مریضیه دیگه اسم مرض این زیر بنویس یه میم بود نوشته بود از دیدگاه دختر نوشته بود نوشته بود مثلا من تو مال دارم راه میرم یه پسری داره مخا میزنه بود داره خیلی هم کارش خوب انجام میده بعد یه اسکرین کشیده بود دوست پسر خودش داشت بین کاشی ها اینجوری پاشو این میمایی که از ویو پوینت های مختلف نشون میدن خیلی زیباس بعدا یادم بندازید شو بهتون نشون بده یا بسم الله الرحمن الرحیم یه میم واسه امروز آوردم واسه هفته پیش بود که گفت بخواید 45 ثانیه چی من سر نمیشه گفت چی من سر کار بعضی موقع اتفاقایی که پیش میاد میم درست میکنم حالا این میمایی که هست روش مثلا تکست های مختلف میذارن میفرزن می خیلی باحاله مثلا بهم گفتن که پلیز جو کار رو تغییر میده یه میمه با ما روز سرکار فرستادیم قدیمی هم از یه ماشینه بود بعد پلاکش رو عوض کرده بود یه دونه دستور دیتابیسی نوشته بود که کل تیبل مثلا ماشینا رو دیلیت کنه بعد اینا اینجوری که تو خیابون ازت عکس میگیرن عکسی که آدم نمیاد چیز کنه کامپیوتر پردازش میکنه بعد مثلا اینجوریه که احتمالا میره یه در واقع یه کوئری میزنه به دیتابیس اون پلاک رو اکسترکت میکنه از دیتابیس بعد اون کوئری هر چیزی میتونه باشه بعد این پلاک رو عوض کرده کوئری که مثلا دیلیت کن تیبل گذاشته بود خنده داره بعد اون مثلا ممکن رو را رانشه ران نمیشه خیلی قشنگ نه موحال بود ولی چقدر پلاک بزرگ بود بول کل سپرو آها یعنی فیک تیبل مثلا فلان کامل شو حالا دوربینا منو بگیرن حالا بیا بگیرن در ادامه حرف کارون هفته پیش ما با کارون از اینجا رفتیم من کارون به من راید داد بعد تو را <Punk> <draining Happbook> سرعتت خوب بود یعنی غیر قانونی نمی رفتی آره یه با. ذره شاید بیشتر بعد ما داشتیم اوکی می رفتیم مثلا هر... ح... یادم رفت مشغول بود. صحبت و اینا بودیم نه. یه بی ام وی سفید راست از کنار ما انداخت و فرزوار یه معکوس کشید و صفر رفت منم زیر چشی گفتم راحت 34 تا بالای سرعت بارکن تو دو بود نه بای... او تو نبود من... از اتوبان خارج, خارج شد آره اگزیتو خروجی بود من همیشه چشم داره دنبال پادو بگیر بگیر ماشین آره گفتم کارون پلیس رو فکر ما داریم تو میریم مثلا ما ده تا بالا تر شاید میرفتیم بیا پلیس اومد بی ام رو چش تو چش شد باهاش اینطوری کرد فقط خیلی سرعتش زیاد بود آره 100 تا رو داشت آره تو جایی که مثلا 50 تا 50 خب تمام شد آره پلیس فقط, فقط اینجوری کرد و اونو رد, خب. رد کرد بعد پشتی منو گرفت که سرعتش احتمالا از اونم کمتره. آره. نمیدونم چرا اون ما یه دفعه بود نه با کی تو ماشین بودیم از یه پلیسه. یعنی که لیزرگان دارن این دیر ما دیگه نه فقط اینجوری کرد او بیش رادم باش یارو صد درصد ایرانی این حرکت قشنگ مختص ایرانیاست دیگه دیدی بعضی از حرکت مختص ایرانیاست <تصفح> چند سویش داشتم به چی فکر میکردم بشید. که بفهمت. یه سری کارهایی که انجام میدیم که مختص ایرانی هاست در غذا خوردن ما رو همه چی کچاپ میزنیم چیزایی که نباید آه. رو استیک کچاپ میزنیم رو ماکارونی کچاپ میزنیم رو <تصفح> <میکرونی> نه استیک <استقیق> من نه همه مون دیگه خیلی زیاده رو سیب زمینی های <تصفح> کنار استیک شاید بزنیم اون که بعد. چه میدونم روی رو پیتزا کچاپ میزنی آره پیتزا رو یه بار من خیلی مسخری. که من بچه بودم فهمیدم که این برای تو رو مسخره کردن و پسر خاله از فرانسه اومده بودن آه. بعد این پیتزا کیت کچاپ گفتم یه برو بابا پیتزا مخصوصه که تو ایران میزنن باید بعد که ما زدیم اینا عادت کرده بودن اونجا میزدن ماکارونی ماکارونی مثلا شما تا کچاپ زدین ماکارونی آره دیگه این خیلی عجیبه مثلا این رف... این کتاب ما رو همه چی میزنیم خیلی د... عادت بدی شده من وقتی که ب... میرفتیم سر تو آفیس کار میکردیم داشتم دیگه چیو همه سیب زمینی های چیز سرخ کرده نه چیپس چیپس این, این که کچاب نمیزنه آره. تو ایران نه نه فرایز نه چیپس, چیپس. <applause> اونم روش میزنه ایران نزدین شما و <applause> تمام این ساندویچی های یارو بر میداشت اینه میکرد رو چیپسه تورد خچ خچ میکنه خچ آره. آره. خچ <applause> البته تبلیغ نباشه ولی از مزمز اگه می ما از اگه میخوایم ما رو کنیم میتونی به ایمیل ما info@podcast.com مسیج بزنید من از این سوسای کوچیک گرفته بودم تو کشو کنار میزم بود همیشه سر کار بعد از مغازه مثلا هر سر میرفتم تا برم داشتم که اونجا باشه اگه ما کارونی یه چیزی میبرم بریم هنوز میزنی آره بعد سر کار هر سری <تصفحظ> هر سری ما رو بله میکردن که چرا کچاب داری میزنی روی این غذا رو اون غذا دیگه کم, کم کمش کردم خیلی سر کار خیلی مثل ناساله میه نزنی کچاب قبلا هم میگفتم جوش میزنه بهتون کچاب کتاب تو دوران که ما راهنمایی آقای کچابی آقای فرزادی <ion up> اه... چه خبرم که خودت چه خبر خود از حرفی نداری از خودش تو چیکار کار کردی پایین و بودش زیاد مناسبی نبوده میگم این یه توی شت هولی افتادم تو لوپ هول این هفته فقط فقط من صبح یه چیز دارم که زنگ میزنم به فراد دو تا فوش میدم قطع میکنم خدا شک خدا شک خدا شک اگر که بدونی میخوای اگه میخوای بدونی که روز چجوری میره زنگ میزنم دو تا فوش میدم قد میکنم میدم. ولی نه هفته زیاد چیزی نبوده کلا خیلی تحت فشارم الان کلا از لحاظ کوویدی <تصفح> و دیگه واقعا خسته شدم دیگه الان داره بدتر میگی بابا یه رفتار متفاوت آدم میدیدیم ما باز خود سر کار میری تو بابا یه نفر میبینم سر کار یه نفر کلا أوه. خب برای چی میری؟ بقیه چیزام بقیه ورک فروم هوم. خب تو چرا نیستی؟ چرا خب این بنده خدا تنها دیگه این بنده خدا ما مخ... تنها بیاد اونجا چی چیکار کنه. خب اون هم از خونه کار کنه. فضا مناسب نیست خونهشون در رنویت میکنن بعد آفیس رفتن حال میده. حالا بفکر آره بند خدا منتظر ایمان بره باشه. خونه تنها باشه خودش آره نه نه صحبت کردیم این پروسا فکر میکنه مثلا داره به ما لطف میکنه برو خونه تو میاد خونه تنهایی نه ولی واقعا هم دیوونه میشم دیگه اصلا دیگه ولی اگه بخوایم من خیلی دارم میخواد مثلا دست جمعی کنیم. بیاین مثلا خونه هم بریم نمیشه دیگه. دیگه آره خب الان ما عملا اینجاییم حالا نه خب همه همه همون باشیم مثلا افراد مختلف باشن دیگه نه منظورم اینه که خب ما ها از خونه های مختلف میم. همه اینجا جمعیم اگه یکی داشت نه. بقیه میگیرن میرم, میرم میرم به خونه های مختلف آره عملا الان ما میتونیم نه دلم یعنی چیز باشه. میخواد میخواد اوتسایدرم یعنی اون مهمونی هایی که داشتم و واقعا دلم یه دونه داشته باشم تو که از دسامبر از اون مهمونی هایی میخواد از اصلا خیلی عجیبه پارسا نه. نه نه یعنی 2020 2019 دو نه 2019 نه دادیم کام دادم نه 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 اون آه آه. ها ها هوا هم خوب بوده آره هوا من ایران بودم یعنی نبود آره یه طوری بود آره خلاصه عجیبم خیلی الان ولی باز پادکست خیلی خوبه به نظر من این که هفته یه بار حالا آره با موقعیت آره موقع آره آره زحمت شدیم به تو آقای ما یا با, با آن... اینکه خیلی زحمته ولی بازم من راضی ام یعنی آنلاینه بازم الان میفهمم که زر سخت بود بابا آنلاین خیلی سرت خیلی میشه تو آره با اون چراغ بدی که پشت روشن میکردی بدترین نور سالو بارون کرد واقعا فکر شده نور بد میداد این توی نبود که مثلا او نور خونه و بده واقعا میگرفت تحقیق میکرد که چجوری میتونم بدترین نور سال رو تقدیم بچه ها بکنم ولی آره خبری زیاد نبود هفته گذشته ام... تویچ همین موتور گفتی تو اپیزود پیش؟ بله نه نه موتور هم که تو ترکش بشینی دیگه آره آره, آره. دیروز موتور رفتم چیز کردم این بد میاد چیهش میگن؟ هر کی بیاد اون پشت بشینه میاد دیگه بیمه کردم بیمه اوم حضرت عبور <تصفح> <باز. تصفح> <تصفح> علی بیمه دعای مادر آره ولی <تصفح> جالبه حال می خدا کلید چند سوی هم فکر میکردم قبلا هم فکرم گفتم تو اپیزودا ها موتوره به خاطر اینکه خیلی ترسناکه منم آدم ترسویی هم واقعیت اینقدر ترسناکه آدم در صد درصد حواسش جمعه اونجا این توی نیست که تو بتونی چون گوشی تو در بیاری نگاه کنی خب نباید کلا نه نه دیگه. مثلا باز موقع رانندگی آدم یه تر احساس میکنه ولی دیمون. از پوز آره رو موتور که دیگه ببین یعنی خودت یا خودت وسط هایوی دیگه یعنی وسط اتوبان داری صد تا میری خودتی هیچ چیز دیگه نیست تو از حاضر موتور تو اینا راضی این این کانسشن نداشته باشیم دیگه تو دل منو خالی نکن نه 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 اصلا دارم کک به تنبون من ننداز ششه تو اصلا میگی بچه راضی نه نه من عوض میکنم اگه راضی نباشه بچه کک به تنبان من ننداز اون رو میده داره میده کک به تنبان من حالا هفته دیگه میگم دیه موتور دیگه خوراک ایمان دیگه این چیزا سری بره آره نه اوکی من به نظرم هنوز جا آقا شروع آره. بندازیم به جونش خودش داره آره. میگه دیگه ککن هنوز یه حال دیگه داره. دو ترک بگی فراد که فرادم بشینه نمیخوام خودم برونم ایمان این کار انجام میدید با بقیه موتوری ها نه اینطوری میکنی آره. چی این سلامسا سلامسا میکنم اگه بزن روح یعنی پلیس رو خاک به سر دارید میشی اگه اینطوری یعنی بس دست جلو اینطوری پلیس نیست نه اون تو ایران آشیری کلان نه اینه یا چراغ میزنم آره آره کار دیگه هم که میخوای بزنی یه سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فراد و فرزاد مومان مامان سلام سلام امروز که اپیزود میشتوین دیروزش تولد کارون بود تولد مبارک آقا مبارک باشه خیلی تبریکیم پنج چهار شمه تولد این پنج شمه پخش میشه بله. فروردینی آره یه فروردینی جذاب <تصفح> مغرور میاد واقعا تولد مبارک بشه انشالله که تا آخرین لحظه عمرت زنده باشی میکنم مرسی از آرزوی قشنگ آره چه خبر کار نیه اینجور همه خوب خوش کارون داشت الان فوتبال میدید نذاشتیم ادامه بده میخواست ملتازه صبح زود اومدیم که فوتبال فیما بین اپیزود فوتبال ببینه آره. اگه کتتون نزنی به دیوار وایسی موقع همه هنگی ها و سیمکشی ها اینا اومد چند بار توضیح من اگه بیام اضافه شم امکان آره. نداره سرعت بیشتر شه شو یک حالا بار بمیدوارم 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 دیگه. دیگه. <تصفح> یه بار امتحان کنیم دیگه کار یه نفره دیگه دو نفره بیشتر از اون دیگه افیشنسی میاد پایین درسته دو تا زده بودن تا الان ها تا الان که ما داریم زبطون کنیم امیدوارم آره نتیجه همینجوری پاورچو چه جوریه الان فوتبال رئال تیم خوبیه خیلی وقت اصلا دیگه فوتبال هم بالا دیگه رئال و بارسا و اتلتیکو آره اتلتیکو. اتلتیکو خیلی فاصله داشت با این دوتا بعد فاصله اه. خیلی کم شده بالا یا فاصله اول بود با اختلاف اول بود آه. اختلاف بود. مثلا دو رقمی بعد خیلی کم شده آره بارسا خیلی نزدیکش بود الان اگه رئال ببره فکر کنم جای بارسا رو میگیره نه بابا آره بوری کل. بوری کل. خیلی وقت دیگه فوتبال هم نگاه نمیکنم قبلا خیلی برام جذاب بود فوتبال های ایران مثلا صبح ساعت پنج بولم میشم نگاه میکردم هنوز بازی پرسپولیس دیدم صبح بیدار شدم بازی, بازی سه بود. چرا تعویق شده بود نمیدونم الان واقعا تو ایران دارن بازی برگزار میکنن آره. هم میرن مردم نه آه یعنی خالیه آره. الان نه تست میگیرن با... نه بازی کنن رو تست میدن همشون اه... اوزا هم که خرابه دیگه از آز کورونایی این تو هاکی هم خیلی اه... تست مثبت و اینا در اومد و چند تا تیم اصلا این یازده تا چقدر از یه تیم بیهو مثبت شدن هفته پیش بدترین هفته استان ما بوده میانگین هر روزش تقریبا بالای هزار نفر بوده یه سوال بپرسم اگر که لاک داون کنن دوره برمیگردیم ما پروتکل ما پروتکل داریم تو خود نه منظورم اینه که میریم ساسپند میشه پادکست ساسپند میشه از خونه دیگه بیرون زب نکنیم هیچ وقت میریم کلاب هاوس Clubhouse هاوس و لایو لایو هم چهار تایی اومده اتفاقا لایو اینستاگرام میتونیم چهار تایی گوش لایو باشیم البته میریم روزینو چیز دیگه میریم یوتیوب که روجین هم باشه دیگه آه رسمی یعنی یو سی فکر میکردیم بدترین حالت بعد اون یه مکان <تصفح> کذایی که میرفتیم اون فکر کردیم بدترینه ولی الان دیگه است حالا لایو هم مثلا من, من دارم فکر, فکر میکنم اینترویوی که با شیما داشتیم خیلی باحال بود نه با حال بود ولی خب. آره این نمیشه آره این نمیشه اینا ما بگم ما در صدد آوردن چند تا عزیز هستیم برای خودکست به صورت حالا در واقع مصاحبه یا گفتگوی خودکستی حالا داریم فکر میکنیم که واقعا بهترین کیس سیناریو چیه اینه که سب بکنیم که آیا از و کسایی که تو ونکوورن رو به صورت حضوری داشته باشیم یا اینکه حالا به صورت مجازی ازشون استفاده بکنیم و اینا ولی در صدد آوردن مهمون هستیم دیده بودم که چند نفر پیشنهاد داده بودن که آدم از آدم های متخصص استفاده بکنیم و اینا صحبتاری کردیم داریم برنامه رو میکنیم اینا هم در جریان باشید این اپیزود اپیزود دیویز هفته مونه درسته؟ واقعا؟ بله بله درست هفته پیش میونه حرفای کارون یه حرفی زد اوه که تو طول هفته من زیاد بهش فکر کردم برام جذاب شد که برم بخونم ببینم که در موردش چی هست چجوری و اینا شاید بدیهی بود ولی خب میخواستم بدونم که اون حرف مورد نه نه این یعنی این نه موقعی که در فکر میکنی که خب آره بدیهیه مثلا منطقیه ولی میخواستم در واقع بیشتر در موردش بدونم برای همین رفتم یه زده در موردش تتاک دیدم و چند تا مطلب آنلاین خوندم برای همین میخوام در این صحبت بکنم کارون گفتش که ما همش دنبال دشمن علکی هستیم تو زندگیمون در مورد این دیس و دیس بک و اینا که بود گفتی که همش دنبال مثلا زندگی که خوب میشه آدم دنبال دشمن میگردن حتی من نگفتم دیگه اینو تو کتاب چیز میگفت از دهان تو من شنیدم دیگه آره نه 1984 جورج اورول میگفتش که یعنی به یه جایی رسیده بودن این حکومت ها و دولت ها هیچ نیازی نداشتن ام. اصلا کاری بکنن ولی اون نیاز جنگه به یه دلیلی وجود داره که یه ملتی رو براشون یه شرایطی رو ایجاد کنن که اینا تصور کنن توی جنگن ام. و اینا تو دنیا خیلی اتفاق میفته آره حالا من این فکر که توی زندگی خودم کم برای من پیش نمیده که وقتی همه چیز آروم و به صورت ناخد آروم و مشکلی نیست به صورت ناخداگاه دنبال دشمن بودم که مثلا انگار مثلا داشتن آرامش خسته کننده است آدم باید برای اینکه احساس زنده بودن بکنه با یه چیزی باید بجنگه تو زندگیش چون که همه چی نمیتونه تو صلح و صفا باشه برای هم میگم رفتم چند تا مطلب توی اینترنت پیدا کردم و چند تا تتاک گوش دادم که به جالب بود از, نو... از دیدگاه های مختلف نازم. به این نگاه کردن نقطه نظرهای مختلف به این نگاه کردن که حالا من دوتاشو مطرح میکنم که به نظرم جذاب بود بعضیاش از این انگیزشی های خیلی زیاد بود که خب من نتونستم باشر تا برقرار بکنم ولی دوتاش جالب بود اولش بگم که برخلاف باور عموم داشتن دشمن در شرایطی میتونه مفید باشه برای آدم و اصلا علمم تونسته این رسابات بکنه که آدمها احساس امنیت بیشتری میکنن وقتی دشمن دارن شاید برای جالب باشه دشمن یا رقیبه؟ دشمنه Common enemy مثلا میگفتن که موقعی که کامن انمی آره دشمن مشترک این دشمن مشترک همین یعنی که من و تو یه دشمن مشترک داشته باشیم آره این اونه <تصفح> یعنی <نه> شخصی نیست <تصفح> 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 شخصی هم میتونه حالا برای توضیح میدم میگه که وقتی که یه دشمن وجود داره چون میتونن تمام صفات بد دنیا و زندگی خودشون و اتفاقات بدی که داره میفته رو به اون ربط بدن و میتونن احساس کنترل داشته باشن بگن که اگر که ما این دشمنه رو حذف بکنیم زندگی آه. ما برمیگرده به حالت عادی این واسه ما تو ایران همیشه به شرایط و زمانه این مشکل رو باش داریم دیگه همه آره. چیز رفت به اون آره فهم. دقیقا میگه که دشمن مشترک میگه که آره بعد یه چیز جالب که میگفت میگفتش که یه نستری انجام داده بودن میگیدن که آدما وقتی که یه از یه چیز مشترک خوششون میاد و یه چیز مشترک بدشون میاد اون چیزی که ازشون بدشون میاد بیشتر آدما رو احساس یونیتی بهشون میده احساس گروه بودن بهشون میده تا موقعی که عزیزی خوشت میاد مشترک دقیقا ازیزی. مثلا مثلا میگفتش که اگر که شما از یه خانه مثلا ده نفر هستن از یه خانه خوششون میاد وقتی میان با همدیگه دیگه صحبت میکنن مثلا اگه درجه مثلا اون تیم بودنشون پنجه اگر که از یه خواننده بعدشون میاد ده نفر و دور بره هم هستن اون درجه به مراتب بالاتره ام. موقعی که اینا با هم دیگه دارن در مورد اون شخص صحبت میکنن و این خیلی جالبه خیلی جاها هم داشتن دشمن یا رقی یا رقیب سرسخت تونسته کمپانی ها کمپانی ها رو رشد بده و به ما مصرف کننده ها یه ذره کمک بکنه دیگه آره اون رقابته مثال میزنم مثلا تو کمپانی های بزرگ مثل اپل و مایکروسافت که تقریبا دشمنی وجود داشت دیگه اینا یه مدت شروع کردن یه سری اد بر علیه همدیگه ساختن لکی. یه مستر اپل بود و مستر چی؟ علیه علیه همدیگه ساختن که یه مثلا شخصی بود یه اپل بود و یه شخص بود که مثلا ویندوز رو نشون میداد دیده بود این ادورتایز رو اینا با هم دیگه کل, -کل مثلا نه, نه 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 مایکروسافت بود و اپل نا. که اپل همیشه یه پسر جوون مثلا چیز بود یه تیشرت آبی پوشیده بود یه شلوار جین اون یکی اه، اه، مثلا یه کت پوشیده و عینک زده و او کلا و گذاشته بود اینا که مثلا میگفتش که آره این یه آدم شروریه ولی خب مثلا خودشو داره قشنگ نشون میده و اینا ام. موقعی که اینا با هم دیگه داشتن تو اوج رقابتشون بودن موقعی که استیو جابز زنده بود و داشت با بیل گیتس رقابت میکرد سرعت رشد تکنولوژی به مراتب بالاتر بود در واقع نوآوری ها به مراتب بالاتر بود و ما مصرف کننده ها هم داشتیم ازش استفاده می کردیم دیگه به, به مراتب به ما هم اه... کلی فایده رسون وقتی آ... آخر چی؟ خب رقیب, هم, هم... رقیب هم, هم, نیستن اونجوری حالا فقط توی سیستم آمونی که میدن رقیب هم. ولی تکنولوژی مثلا کاری که اپل میکنن که مایکروسافت گوشی و ساعت و من دارم در مورد زمانی صحبت میکنم که اونا خیلی مستقیم داشتن کامپیوتر اپل داشت با ویندوز موقع چیز میکرد رقابت میکرد حالا الان شاید خیلی راهشون او. از هم دیگه جدا شده ولی اون موقع سیستم عامل ها خیلی با هم دیگه داشتن رقابت میکردن یکیشون میگفتش که ما خیلی راحتیم ایزی to یوزه چه میدونم تمام چیزهایی که هست مثلا از لحاظ گرافیکی خیلی چشم نوازه برا ما ماها ولی خب چون مایکروسافت کلی ویروس داره کلی ارور میاد هر چیزی که میخواین اینستال بکنین هفت تا نکس باید بزنید این حالا اگه ادورتایزاش ندیدین تو یوتیوب بریم بزنید خیلی باحال ادورتایز اون موقع من خیلی دوست داشتم مثلا من در مورد سال 2000 مثلا 7 8 صحبت میکنم موقعی که اینا داشتن با هم دیگه خ... 2007 بیل قبل از اینکه <تصفح> آره دقیقا قبل آ من فکر کردم یه زنده بود نه زنده بود هم زنده, زنده... زنده... <تصفح> نه اصلا موقع سی او اینا نبود اصلا 2008 بود که اصلا اولین آیفونشو رو داد بیرون اپل یعنی قبل از اون ارا رو من دارم میگم بازی آیفون و بازی موبایلش که بیشتر با سامسونگ آره با کمپانیای دیگه داره ولی این رقابت داره. رقابته آره مسی هم رقابت مثلا بزن. وقتی که آمریکا و روسیه داشتن با هم می‌جنگیدن برای رسیدن به ماه حالا شاید رو, رو کره ماه اتفاق خاصی نیفتاده بود اون اسپیس ریس بود دیگه بهش میگفتن اتفاق چیز جا... چیز عجیبی هم رو ماه نبود که اینا بخوان نفر اول برن برسن مثلا دست بزنم بهش ولی خب خیلی خیلی سرعت پیشرفت علم و بالا برد دیگه اون مدت اون تکنولوژی رسیدن به ماه که مهمه آره دیگه اون تکنولوژی جیدن. علم فضا نوردی علم هوا فضا خیلی خیلی جلو رفت خیلی پیشرفت کرد و شاید به ما آدمهایی هم که مستقیم با اون در ارتباط نبودیم خیلی کمک کرد و اینکه حالا این مدل دشمنی ها یا حالا رقابت هایی که وجود داره همیشه انسان جلو برده یا کمک کرده انسان جلو بره و توی حالا جمع انسان های همدلی به وجود آورده و بهشون یه دید مشخص داده و بهشون کمک کرده که پیشرفت بکنن و حالا داشتن دشمن یه جورایی به صورت مستقیم بد نیست من یه سوالم پرسیده بودم توی اینستاگرام که آیا شما ها تو زندگیتون دشمن داشتید و آیا اون دشمن ها بهتون کمک کردن پیشرفت بکنید یا نه حالا ادامه توضیح میدم دو مدل دو دسته جواب برای ما رسیده بود که آیا داشتن و اونا خیلی مثلا اذیتشون کرده و نتونسته نذاشته زندگیشون جلو ببره یه سری دیگه بودن که آره بهشون انگیزه داده که بتونن حالا اون دشمن رو شکست بدن یه در واقع دیدگاه خوبی بهشون داده برای مثلا پیشرفت و رفتن به جلو و تونسته بهشون کمک بکنه نه شما تو مس... توی زندگیتون یه همچین چیزی رو تجربه کردین داشتین یه همچین چیزی رو تا حالا اه... که بخواین مثال بزنید من میتونم مثال بزنم خودم آره شخصی بگو تو. من دو تا مثالی که خیلی برام حالا شاید نوعه و میتونم مثال بزنم اولیش تویچه من اولیش تویچه که شروع کردم تقریبا توی ذهن من همه کسایی که تو تویچ بودن رقیب بودن یعنی من اینطوری بودم که خب من الان یه همچین شرایطی دارم و باید مثلا برسم به این افراد تا بتونم پارتنرشیپ همو بگیرم مثلا باید نشستم برای خودم برنامه ریزی کردم نشستم مثلا کلی ویدیوهای مختلف دیدم برای بهتر کردن مثلا اون تصویری که وجود داره برای اون صدایی که وجود داره برای روی گیم پلی هم مثلا وقت گذاشتم و اینا که اگر اونا مثلا اون افرادی که الان هم خیلی باشون دوستم ها یعنی مثلا کسایی که الان دارن استریم میکنن الان خیلی با هم دیگه دوستیم الان ما هم دیگه داریم همکاری هم میکنیم ولی اون اول اولش که شروع کرده بودم توی بودم که همه اینا برای من رقیبم با من باید مثلا یه رقیب دشمن نه ببین تقریبا یه چیز دیگه نه دشمن دشمن میشه اینو ببتا... ببین دشمن میخواد تو رو نابود کنه رقیب زمین. شما دارید توی یه زمین مسابقه میدید شاید اون رقیب نه اصلا نه هم... آره دشمنه میدونه يعني... دشمن ممکنه برای تو نامردی بکنه یا اون حالا زمینه هست ولی رقیب طبق یه قاعده خاصی شما مثلا رقیب درسیه رقیب عشقیه نه آخه هیچ قاعده ای وجود رقیب. نداره اون دشمن رقیب وجود نداره یعنی هیچ قاعده ای وجود نداره توی این بازی که وجود داره یه مثلا اوپن دوش... مارکت دیگه دوشمند. یا ویور مثلا اینطوری که اول بهش نگاه میشه یا مثلا طرف بیننده تو یا بیننده یکی دیگه است <تصفح> <نه. بس تصفح> <و> یک <تصفح> من فکر کنم چیزی که ایمان میگه می بیشتر حسیه یعنی میگه که شاید بین این دوتا بر تو درون خودت زیاد نتونی بینش فرق بذاری بین <تصفح> به نظرت هم میتونی دیگه رقیب دشمن میخواد تو رو نابود کنه میخواد به تو آسیب بزنه ولی رقیب نمیخواد لزوما به تو آسیب بزنه رقیب میخواد توی اون حالا کامپتیشنی که هست اون رقابتی که هست اون میخواد از تو بهتر باشه اینه تعریفه آره ولی بهتر بودن اون بعضی موقع به تو آسیب میزنه دیگه باعث میشه تو بدتر شی ولی آسی... اون هدفش آسیب زدن به تو نیست مثلا آمریکا روسیه شوروی اون موقع حالا قبلش بعد جنگ جهانی و جنگ سرد و اینا اینا خب دشمنن اینا میخواستن همدیگه رو خراب کنن تخریب کنن آره ولی مثلا موقعی که میخواستن برن ولی مثلا آمیکا. اپل و مایکروسافت که نمیخواد مثلا بره کار رو خراب کنه اینا یه بازاری هست میخوان رقابت کنن توی اون بازار فرقش آره ولی شاید به ظاهر خیلی ساده، به ظاهر خیلی سالم بیاد ولی واقعا این تو این نه من نمیگم ناسالم نیست آه. ولی هدف دشمن نابودیه ولی رقابت مثلا رونالدو مسی اینا رقیبه هم ببین اینو مثلا الان الان یکی غیر از حالا این افرادی که گفتی اگه بخواد بیاد با هدف اینکه تو و استریمت و کلا فعالیتی که داری میکنی زمین بزنه از هر حالا کینه ای که داره یا هر او. چیزی او. به نظر من اون میشه دشمن ولی همین افرادی که میگی باشو الان رفیق و اینا هستی اینها میتونن هنوز رقیبای تو باشن رقیب سالم اره هیچ مشکلی هم باش نباشه ولی دشمنه من اسم میگم یه کانوتیشن چی میشه یه حس یه بار بعد و چیزه. منفی داره یا بسته میاد, بیده میاد, بیده میاد که تو رو یه یا مثلا حالا توی دوران فوق لیسانس بود به نام کپستون یه پروژه آخری بود که ما باید چهار روز میرفتیم توی دانشگاه به ما یه در واقع سیمیلیشن میدادن که ما مثلا یه دونه کمپانی داشتیم باید یه سری پرودکت تولید میکردیم و بعد تصمیم گرفتیم که سرعت تولیدمون چقدر پولی که داریم و کجا هزینه میکنیم و اینا و نسبت به اتفاقایی که اون سیمیلیشن داشت حالا ما پیشرفت میکردیم یا پسرفت من اونجا به خاطر اینکه <applause> توی گروه های مختلفی که بودم مثلا توی دسته ای که ما بودیم هشت تیم بودیم تمام کسایی که من با اینا خوب نبودم افتاده بودن توی این دسته ای ما یعنی من با اینایی که مثلا اون حالت تنشن همیشه وجود داشت اون استکا که وجود داشت من برای اینکه ببین حالا بتونم اینا رو اذیت بکنم شاید واقعا 48 ساعت نخوابیدم کردم خوندم در مورد این تمام این کمپانی ها یعنی من وقتی که روی کل اون مثلا روی اون چهار روز کپستون گذاشتم رو کل فوق لیسانسم نذاشتم یه تیکه و ما اول شدیم اونو مثلا اینطوری بود که یه بودی اونها رقیبتونن دشمنت نبود نه ولی هم تیمیت نه نه هم تیمیم نبودن نه, نه نه تیمای مختلف من همه رو با دشمن میدیدم اون لحظه اون لحظه همه دشمن, دشمن بودن مشاور صحبت آره. همه رو اون موقع دشمن دش... اونا رو همه رو من مش... دشمن میدیدم اه... این حالا مثالی دارید بزنید شما ها یا ندارید برو <laughs> منم دارم من تو اینم که دشمن رقیبه رو با هم چیز کنم فکر نکنم تا حالا دشمن داشته باشن دا دا دا... داشته بودم تو زندگیم نمیدونم فعلش که میاد دشمن تو بشه بابا نه ولی رقیب من بگم حالا تو فرق رو رو من جالب بود قبل اینکه ایمان سوال بپرسه نمیدونم چرا ولی این معمولا ده... همین همینطوریه فرضا تمامی سوال که نه نه. من تا قبلی که من حرف بزنم بعد قبلش داشتم به این موضوع که حالا میخوام بگم فکر میکردم بعدم که ایمان سوال پرسید من سوم دبستان که بودم یه اون موقع خب تو دبستان معلم ها خانم بودن واسه ما که اینطوری بود بعد یه سری هم جلساتی میذاشتم با والدن, والدن. میومدن آره گفتگو میکردن یه قسمت اون جلسه فکر میکنم این بود که اون والدین که اونجا بودن باید حالت ریت میدادن به اون معلم مثلا میگفتن درس, درس دادنش فلانه بعد فکر میکنم مامان من کاری که کرده بودن این بود که بعد چیز مسخره این بود که تو اون ورقایی که بعد امتیاز میدادی یا حالا فیدبک میدادی به معلم اسم رو مینوشتی مثلا میگفتی من فلانی مادر پدر فلان دانش آموز خیلی مسخره بود و خب مامان ما هم رو مثلا حساب صادقانه هم نوشته بود آقا مثلا معلمه فلانجا حالا متوسط فلانجا خوبه این واقعیتش اسم خودش هم نوشته آقا معلم با من تو این مثلا سی نفر بودیم تو کلاس بعد بعد, بد که مثلا من نمیفهمیدم من حالا مثلا کلاس سومی مثلا یه هیت بعدی رو من بعد من حالا می... یادمه که مثلا تا چند وقت که نمیگفتم تو خونه چون اصلا با خودم خیلی ریخته بودم به هم که اصلا فکر کردم یه کاری کردم و اینا در این حد بود که یادم سه سولز بودیم فکر بعد تو امتحان های سولز سر املا می اومد قشنگ دور من به بچه که دور من بودیم تقلب می یا حالا کمک می کرد یه دونه بود و به من نمیگفت <مک> <دیگه. مک> به من مثلا کمک کرد <مک> خیلی من و من, من میگم حالا وقتی همشود. که ایمان پرسید این خیلی بولد بود تو ذهنم یعنی رفتم عقب دیدم که آقا مثلا این شخص تو اون کوچیکی من دشمنی با من کرد رسما رو, رو, رو چی دیگه روی فیدبک آنست آره این و کمک هم خ... به تو کرده بود حالا دیگه یادم نیست که حالا مثلا من چیز شده بودم که نه یا میتونه واقعا میتونه, خیلی بد بوده باشه فکر یعنی... میکنم خیلی بد بود حالا تو اون چیز تو اون دورانه حالا کوچیکی و اینا فکر میکنم خیلی بد بود تو چی تو چیزی داری اصلا کلا رقابت نشید تو زندگی دشمن که نه دشمن نه ولی قطعا خیلی بودن از من بعدشون میومده این این همون ذهنیت است که مخرب چرا فکر می‌کنی <س anak lonely> تو بعدشون میواد چون گفتن دیگه به تو اگه گفته دشمن تو دیگه میواد بعدش میواد بابا یه داستان اخیرش رو تعریف کرد تو رقیبش بودی اینطوری بود نه نمیدونم آها دشمن ولی نه دشمن اونجوری فکر نکنم داشتم رقابت هم نه همیشه رفاقت بوده نه من خودم حداقل تو سنت خودم هیچ وقت رقابت اونجوری حس نمیکنم با هیشکی یعنی یا خیلی مثلا بهتر بودن یا خیلی بهتر بودم رقابت نه همیشه من مثل تو مدرسه اینا همیشه دوستانه بود سر کارم که خیلی خیلی دوستانه است نه دشمنم که نداشت ولی بعدش می الان گفت کار اینا یه دشمن رو نمیدونم شاید فرضی باشه ایمان <تصح trainers> بیشتر این مدت ما با یه آدم زبون نفهمید یه تقریبا شش ماهی سر کرده میزنیم واقعا حسی که ازش میگم صادقانه حس دشمنی الان اصلا یه تو ذهنم آره اون بود نه اون دشمنیه ذهنم میخواست بلاک باز خب اونم دشمن تو لزوما نیست دشمن نه نه دشمن شخص خود نه نه با خود تو مشکل با خود فرهاد مشکل بهمون مسجل شد که با من مشکل آره آره خیلی و... باز اونو خطا کردیم تا به نظر رسیدیم ولی این دشمنی خب حالا نتیجه خوب داشت مثلا خدا ادو شوا صاحب خیر واقعا خدا بگم چیکارش به سلامت تو خودت رو نگفتی من گفتم آره حالا دی... میگم یه مدل دشمنی وجود داره که اه... یا رقابت حالا میتونیم اسمش رو بذایم رقابته اه... که وجود داره که میتونه اه... خوب باشه در صحبت کردیم و یه مدلم هم وجود داره که به نظر من از میتونه خیلی مخرب باشه و بعضی وقتا خودش رو توی قالب اون دشمنی یا رقابت دست اول جا میزنه و حالا باید باش ذره آگاه باشیم ما بعضی وقتا میایم یه سری قضاوت هایی رو انجام میدیم و یه سری دشمن تراشی ها انجام میدیم توی ذهن خودمون برای ناامنی هایی که خودمون داریم چون همش داریم خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم یه جورایی ما به عنوان یک انسان سیمکشی شدیم که بخوایم بهتر باشیم دیگه دوست داریم که پیشرفت بکنیم یه کسی را میبینیم اطرافمون اینطوری نیست که خیلی احمقانه است بیایم بگیم که من میخوام از طرف بدتر باشم فکر نکنم هر کسی از ما یه نفر دیدیم من میخوام از این طرف بدتر باشم همیشه اینطوری که من میخوام از طرف بهتر باشم دیگه تو ذهنم اینطوری که ما دوست داریم دست بالا رو داشته باشیم اینو گفتی چیزی افتادم اه... یه... نه مالا میم نبود این دیالوگایی که بین حالا مثلا زن و شهر دوست دختر دوست پسر بودن اومده بود یارو به اون یکی تکست داده بود که بگو تو همیشه لوزری یعنی اگه مسابقه یه لوزر رو هم باشی تو اونجا دوم دو میشی بعد اینو خود چرا دوم گفت چون لوزری دیگه تو اون مسابقه هم دو میبازی چند دبل داشت این جوکی این حالا میگم این شاید خیلی بد باشه که ما یه نفر رو ببینیم تو دلمون ببینیم که میخوان طرف بدتر باشه ولی خیلی از این بدتره که ما یه نفر رو ببینیم و بخوایم ازش بهتر باشیم به دلیل این یا یا امن، ناامنیایی که خودمون داریم تو ذهن خودمون خیلی از ماها میام دشمن تراشی میکنیم چون خودمون هنوز خودمون رو حالا قبول نکردیم با اون شاید نقصایی که وجود داره توی خودمون و برای اینکه اون نقصا رو پنهان کنیم میام یه تصویری تو ذهن خودمون از خودمون میسازیم که واقعی نیست با ویژگی هایی که درست نیست و اگر کسی بخواد اون رو حالا به قول کارون که میگم برمیگشت به کار به اپیزود کارون که اگر یک میاد اونو کوشن میکرد اما سوال میکرد یا میومد ازش انتقاد میکرد ما خیلی گارد دفاعی میگرفتیم چون که اون ایگویی که برای خودمون ساختیم اون تصویری که برای خودمون ساختیم یا حالا اون عزت نفسی که واقعی نیست خود واقعی ما نیست میاد اون رو میخواد خرابش بکنه و این شخصی میگیریم آره دقیقا شخصیش میگیریم به خاطر که هنوز با خودمون کنار نیومدیم یا هر وقت کسی رو میبینیم که از ماها بهتره در ظاهر و همینا رو میگم در ظاهر توی اون دیدگاهی که ما داریم برای اینکه خودمون رو راضی کنیم میایم یا قضاوتش میکنیم میگیم مثلا من مثال شخصی میزنم اون مدتی که من خیلی درگیره حالا کم کردن وزنم بودم هر کسی میدم که مثلا هیچ مناسبی داره که صد درصد که رو داره قرص میخوره این اصلا, اصلا میبینی توی ذهن ناخداگاه آمی. به خاطر اینکه یا اینکه ژن بهتری داره موج مثلا ژن اون خراب فلانه خب اینا همونه دیگه اون آدم پول داره رو که میبینی تو اول اپیزود قبل شکایت میکردی نه دقیقا همینه تو ناخداگاه میگی بابا 100 درصد آره میگم من, <تصفح> من... نه نه مگه من گفتم من میگم که همچین ناخداگاهی وجود داره و این مخربه حالا توی ایران به خاطر شرایط حالا اقتصادی که وجود داره این شاید خیلی پررنگ برای آدما اه. اه. که اگه یه نفر پول داره مثلا طرف دوزه ولی خب تو واقعیت شاید اینطوری نیست شاید طرف آدم حالا توی خانواده پولدار به دنیا آمده دیگه چیکار کنه خودش که نمیتونه بکشه که آره برای هم میگم. میگم میایم قضاوتش میکنیم یا منتظریم که ازش دوری کنیم یا اینکه باهاش دشمنی کنیم یعنی میریم توی حالت فایت اور فلایت مودی که این بار در صحبت کردیم و میخوایم که حالا یا طرف رو خرابش بکنیم یا اینکه ازش دوری بکنیم به خاطر که نمیتونیم با اون شخصیتی که داری کنار بیایم برای همین حالا من و این حالا این دشمنیه بیشتر میتونه دشمنی با خودمون باشه تا بخواد با یه نفر دیگه باشه یعنی ما برای اینکه بعضی موقع بخوایم برای خودمون انگیزه ایجاد بکنیم یا بخوایم رقابت بکنیم با یه نفر میایم یه سری دشمنی ها رو توی ذهن خودمون درست میکنیم که طرف مثلا من باش مشکل دارم یارو توی تتاکه میگفت میگفتش که بعضی موقع شما یه نفره که میبینید برای بار اول همینطور که دارین دست میدین باهاش مثلا بهش میگین که سلام من اسمم فلانیه تو ذهن میگه که من از این یارو خوشم نمیاد این تصمیمه رو همون اول اول گرفتی به خاطر حالا یه سری ویژگی هایی که طرف داره و شاید احساس میکنی اون ویژگی ها میتونه تو رو به خطر بندازه یا جایگاه تو رو توی افراد به خطر بندازه برای همین حالا من که داشتم فکر میکردم به نظر شخصی من نه شما همچین چیزی رو تجربه کردین تا حالا اصلا کلا قبلش این که گفتی اصلا من خواستم بگم به نظر من اکثریتش تو مغز خود ماه صد درصد آره آره یعنی به خاطر همون این سیکیوریتی هایی که گفتی تو بی خودی مثلا تو ذهنت با یکی دشمن میشی دستاتی اصلا با ما که همچین چیزی هم نباشه مثلا تو این جمع یکی بیاد که

مزدگی میشناختن. میاد در واقع جایگاه یه نفره میخواد تا... <applause> نه نه توی ذهن من دیگه آره، مثلا آره. توی ذهن من اینه آره. که این طرف اومده آره. و الان این اتفاق بیفته مثلا طرف خنده دار تر باشه من اون حالا اون جایگاهی که تو این گروه دارم و از دست آره. میدم دیگه صد درصد یعنی و این ارزشی تو برام چیز دیگه ای به خنده دار بودن برای همین حالا فیلم میفکرم که ما واقعا دو مدل دشمنی داریم یه سریش که از سر احترام برای فرد مقابله که مثلا مثل همون رونالدو مسی رقابت آره که اون احتر... یعنی اون رقابت یا دشمنی که با همدیگه دارن یه احترامی پشتش هست یعنی استیو جابز و بیل گیتس برای همدیگه واقعا رقیب همدیگه بودن ولی برای همدیگه احترام قائل بودن یعنی هم استیو جابز هم. نه حالا اینطوری نه ولی استیو جابز برای ام... چیز در مورد بیل گیتس در مورد استیو جابز گفته بودش که این ذهن خیلی مریضی داره ولی پروداکتی که درست میکنه خیلی پروداکت تمیزیه یه همچین کانورسیشنی بهشون بوده یا مثلا سیف جابز هم بوده بیل گیتس گفته بودش که اینا شاید کمپانی که دارن از پای ویران باشه ولی خیلی به رشد مثلا تکنولوژی کمک کرده اینا برای همدیگه خیلی احترامای مثلا با دو هم هست که با هم با هم, هم بودن با به همدیگه تیکه میندازن همدیگه رو مسخره میکنن ولی ته وقتی نگاه میکنی احترام وجود داره <سطور> ولی... واقعیت هم همینه دیگه تا... وقتی طرف به اونجا رسید تو نمیتونی بری کلا و نفیش کنی که بابا مثلا تو کی یا حالا مثلا دم دست دم مسی رونالدو نمیتونی بگی تو فوتبالیست خوبی نیستی که واقعیت اینه جفتشون حالا عالیان و اتفاقا اون رقابت هم بهشون کمک کرده که بهتر دیگه ولی خب یه سری دشمنی های دیگه هم وجود داره که بر اساس ناامنی های داخلی یا مشکلات داخلی خودمون به وجود میاد ما خودمون اونا رو پرورش میدیم و درستش میکنیم اون مدل اولی که گفتم که بر پای احترام خیلی میتونه به انسان کمک بکنه که پیشرفت بکنه ولی اون مدل دومی که وجود داره که ناامنی های داخلی و مشکلات داخلی هست به مراتب میتونه در واقع ضرر بزنه مخرب. به آدم و میتونه مخرب باشه مشکل اصلی اینه به نظر من چی همین این سکیوریتی دومی چی اصلی این است <تصفح> نه این هممون این مشکل با خودمون داریم 100 درصد داری. <تصفح> میدونم حالا من برام خیلی جالب بود که برم در مورد این بخونم یه سری آدم میگم توی تتاک مده بودن که میگفتن که آره ماها هممون باید توی زندگیمون دشمن داشته باشیم مگه دشمن ندارید برید دنبال دشمناتون بگردین <applause> هم که برای همین تو وقتی میگفتی که مثلا یه سری تتاک ها مسخره و چرت و پرته من دیروز مثلا با دو تاش اینطوری دست و پنجه نرم کردم 20 دقیقه وقت گذاشتم گوش دادم بارون نیست از بالا داره چیزای مختلف اون تا آخه یه چیز داره میاد همینجوری از, از پشت این شما آفتاب میریزه برای همین خیلی اینا جفنگیات دیگه اینا خوراک همین چیزای دم سلف هلپ و سلف ایمپروومنت که. خود دشمن تراشی کنی چی آره سلف گروث که من باعث پیشرفت تو اصلا این نیست به نظر دنیا جایی که شما باید در کنار بقیه کار کنی تا پیشرفت کنی تا اینکه برای خود دشمن تصور حالا اینم بگم این تمام چیزای سلف هلپ و سلف گروث و اینا شر یعنی بعضی از چیزایی که دارم میگن که معروف شدن و اینا ببین نکات مست... که من مطمئنم که من مطمئنم که این این حرفایی که زده میشه هر کدومش به درد بعضیا میخوره یعنی این طرف که به قول تو به اینجا که رسیده الکی که به جای نرسیده که این چی همین کسایی آه، آه. که آخه چرا به جای ببین وقتی یه نفر نه نه داریم راجع به دو تا چیز مختلف حرف میزنیم من خودم ل... الی سریم به اینجا رسیده مثلا استیو جابز و <تصفح> نمیدونم ویل گیتس و اینا اونی که جلسات اینجوری برگزار میکنه اون اصلاً فرق داره اصلا چرا اصلاً فرق اونم به این جای رسیده که میشه جلسات اینطوری برگزار کرد به نظر من بزارید. اگه اون آدم به جای رسیده بود اصلا وقت نداشت بیاد از اون جلسات برگزار کارشونه چه کاری حرف زدن که آخه کارش No. ببین این هفته پیش بود مهرادیدن no. با یه،, یه نمیدونم با کجا بود یه لایوی داشت و اینا یه رو من پیوستم به اون no, مخفی و گوش دادم و اومدم بیرون اینو دیسنش بزنیمش داشت ازش پرسید که تو مثلا آهنگای آه انگیزشی میخونی اینا و گفت نه اصلا من قسم انگیزه نیست دنبال اینم نیستم که انگیزه پنج دقیقه به یکی بدم اون به درد نمیخوره اکثر این همایش ها و اینا که هنجره پاره میکنن و اینا اینطوریه مثلا اون افرادی که میرن پایین حرف میشینن دنبال اینن که از اون جلسه میان بیرون بگن آره ما میخوایم بریم مثلا فلان کار بکنیم و دنیا نمیدونی دیگه توی خود تو که خودت هیچ وقت جای یعنی تو که شب جای من اون من جزء همین دست افراد اینه. بودم آخه تا خودم. خودم اگه این چیزا جواب میداد خود اون آدم به جان کی بیاد این جلسات مسخره رو برگزار کنه کار مولد میکرد دیگه بابا تو از کجا میدی یارو کارش اینه آخه یعنی ای چه آخه بابا تو آخه نه تو آخه خیلی کارا رو قبول یعنی تو کسی هم که داره چه میدونم یوتیوب ویدیو هم درست میکنه میگه این چه کاریه یعنی اونم قبول نداری اصلا بحثی نیست چرا قاطی میکنی من در راجع اون موضوع صحبت میکنم حالا من قبول دارم یا ندارم دارم بحثش جداست خب. اینه که اگه این کارا جواب اون مثلا میاد تو رو تهییج میکنه به تو میگه که اگه میخوای بری درس بخونی مثلا فلان کارو بکن اگه میخوای فلان کارو مثلا فلان شغل رو میخوای بگیری باید این کارو بکنی برو انجام بده من حرفم اینه اگه این چیزو جواب میداد خود طرف الان سی او یه شرکت شده بود دیگه وقت نداشت بیاد اونجا از این جفنگیات بگیره ولی خب در آه. کنارش الان هم داره جوابشو میگیره بابا نکته اینه هر چیزی که جواب میگیره می لزوما می مناسب نیست امیر تتلو آدم معروفی آدینس داره ام. آیا این آدم درستیه میتونیم سال کنیم راجبش اون آدمی که جلسات گیزشی داره یه عالمه دنبال کننده داره چرا چون اون دنبال کننده ها از درون خودشون خلأ دارن تو فراد اون روز برام یه چیزی فرستادی به جای نوشته این... به جای که مثلا طرف یه مشکلی داره بره مشاور ببینه میره نه, نه یوگا کار میکنه میره اسنشال اویل رو... آره. 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 همه این کارا رو میکنه قشنبوند. به جای اینکه بره دقیقا دست بذاره رو چیزی که هست اینکه اینا این همه طرفدار مخاطب دارن هر کدوم اون آدم ها یه خلایی داره تو زندگیشون خب اون خلاو دارن از یه مسیر دیگه میخوان روش سرپوش بذارن و اینم کار میکنه موقت ولی تو کلا آره کار نمیکنه که اگه میکرد خود اون یارو انجام میداد دیگه نمیمد به نظر من حرف ز صرف حرف زدن پوینتی نداره حرفو همه میتونن بزنن مهم اینه که چقدر تو میتونی عمل کنی هر هر چقدر هم حرف قشنگ تو بتونی بزنی سخنور خوبی باشید برو میتونی مشاوره بدی یعنی کار رو تو نمیتونی انجام بدی خب ببین دیگه میگم طرف کارش واقعا مشاوره دادن است دیگه یعنی این صحبت هایی که میکنه من میگم که وقتی که یه نفر یه، به یه جایگاه رسیده یه درآمدی داره یه سری آدم قبولش دارن من خودم این طرف رو... درآمد باز جای سوال دیگه خیلی درآمد دارن شرکت های هرمی درآمد دارن به جایی رسیدن این اون جا هست نه نه من دارم دارم مثلا حالا مثلا دارم با چون استیو جابز و بقیه اینا مقایسه میکنم دیگه اینا هم درآمد دارن اینا هم خیلی کارهای شیدی و اینا میدونیم کردن همشون یعنی خب اونا هم باید بیا همه اینا رو مقایسه بکنید دیگه یعنی ببین بیزینس آخرش طرف داره بیزینس میکنه خب یعنی کسی که داره چندین میلیون در میاره در سال برای گفتن این حرفها حتما حرفش شنونده داره و تو نمیدونی که ب... من خودم توی که از این همایشا بودم یه خانوم اومده بود اینجا و فلان و اینا یه سری آدم بودن که واقعا باور داشتن که این بهشون کمک کرده به زندگیشون عوض کرده حرفاش شاید به من من از اون جلسه اومدم بیرون چون احساس کنم خیلی مزخرفه یعنی خانم اومدم مثلا چیزی به ما بفروشه و اصلا خوشم هم هم نمیاد از رفتارش و اینا و دیگه مثلا این یه اینا... نفر منو برده بود اه ولی اه... ولی مطمئن بودم که چندین نفری که اونجا هستن و دارن حاضرن برای اینجا پول بدم و فکر میکنن که براشون مفیده واقعا براشون مفید بوده یعنی من همه زندگی همه رو که زندگی نکردم احتمالا به چند نفرم کمک کرده اول من یه چیزی بگم من که میگم حالا اینا به درد نمیخورن اگه به درد میخور خود طرف یه جایی رسیده بود من راجع به همه صحبت نمی کنم قطعا توی این فیلد هم ممکنه آدمایی باشن که کارشون درسته حالا یه خدمتی هم به خلقی کردن یه جایی راجبه به اون صحبت میکنم که حالا ما دیدیم و کلیپ هاش این ور ورمیاد میاد به نظر من اونا چیز بیخوریه حالا چیزی هم که تو میگی ببین خرافم همین وضعیت رو داره دیگه یه سری آدم به یه سری خرافات باور دارن مثلا طرف هم ممکنه باور کنه فلان کارو کرده شفا پیدا کرده خب یعنی ما با این استدلال میتونیم بگیم خرافه درسته تو میگی تو اون جلسه که بودی درسته. میگم درسته میگم به تو یه جلسه کمک ای بوده آره دیگه میگی که تو اون جلسه که بودی اون حرفای اون آدم به یه سری کمک کرده من میگم خرافه به یه سری آدم کمک کرده ما از روی این میتونیم نتیجه بگیریم که اون مفهوم درسته من نمیگم اون مفهوم درسته من میگم که اگر که یه نفر با یه مفهومی داره زندگی میکنه و باش هپیه اون وظیفه من نیست که برم اون مفهوم رو از ذهن این بکشمش بیرون نه اصلا قطعا وظیفه ما نیست من حرفم که اون آدم به جای که حالا به حرف اون کسی که تو اون جلسه بوده گوش بده شاید انرژی و پولش رو انرژی که میگیم همه چیز وقت زمان پول هر چی که هست رو جای دیگه ای میذاشت احتمالا پیشرفت بیشتری حاصل میشد تا اون قضیه همون کلیپی که روژین فرستاده بود یوگا کنی کمک میکنه تا هر دید اون اسنشال اینا شاید کمک کنه ولی اگه اون وقت و انرژی رو گذاشته بود روی مشاور که مسیر درسته تثیر بیشتری میکرد اون کسی که دنبال خرافه میره شاید حالا یک در هزار یک کم شفا پیدا کرد به هر دلیلی ولی اینا اگه میرفتن دنبال علم پندمیک دیگه شیز... این همه آدم مثلا خرافه روغن بنفشه فلان فلان ولی اونی که رفت دنبال علم داره دنیا رو درمان میکنه نه کسی که خرافه داشت نه کسی که گفت نمیدونم حرم کجا برید اونجا ویروس نمیگیره که درست کرد اون اون چیزی که وای اون بود بوی <تصح> خیلی سریز <تصح> به ما گذشت میدونی اونم شاید کمک کرده مثلا اون یه جا رندوم چرخید یه سمتی که کرونا بود اون آدم نرفت و بهش کمک کرد ولی ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که این 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 وسیله کمک میکنه اون ابزار تصادفی ممکنه کمک کرده باشه خلاصه من خواستم در مورد این دشمنی صحبت بکنم این به نظر من حالا یا رقابت این میتونه نکات مفید داشته باشه ما هر موقع مثلا اسم رقابت و دشمنی و اینا میاد بعضی موقع در مورد صحبت کردیم گفتیم که توی سنای پایین توی حالا مدارس و اینا شاید میتونه مخرب بوده باشه ولی خب به نظر من جالب بود اگر که بیایم ریشه اون رقابت رو پیدا بکنیم ببینیم از احترام یا واقعا از اینه که من از خودم ناراحتم برای همین دارم با یکی رقابت میکنم یا مثلا من به خودم اعتماد ندارم برم دارم با یکی رقابت میکنم شاید بتونه کمک بکنه دیگه میگم یه کامنتی اومده بود چند روز پیش اینه که زیاد شنیدیم توی حالا این سالهای خود که هست که وقتی در مورد دیزی مطمئن نیستید تا در صحبت نکنید من میگم من ما تجربه شخصی خودمون رو میایم اینجا بیان میکنیم و اینکه شاید یه دغدغه ذهنی که خودمون داریم رو میایم بیان میکنیم شاید یه نفر دیگه بتونه بره در موردش بخونه تحقیق بکنه ماها صد درصد آدمایی نیستیم که در مورد این جور چیزا اطلاعات خیلی وسیعی داشته باشیم نه رشته تحصیلیمونه نه در واقع تخصصمونه ولی خب اون چیزهایی که خودمون روی اینترنت یاد گرفتیم یا باهاش حالا دست و پنجه نرم کردیم رو میان بیان میکنیم شاید یه نفر دیگه هم براش جذاب شد و رفت همین کاری کرد دقیقا همینطوری بود که اتفاقی که هفته پیش برای من افتاد روی صحبتی یه جمله که کارون گفت خب میخوای برای اون دو سه ست... قبل اینکه حالا بحث تو ببندی یه سوالی میپرسم حالا میگم نمیخواد جواب بدی من خودم شاید بعدش جواب بدم اینکه شما خودتون اکتیولی فعالانه تا با کسی دشمن بد بودین کار بدی در حقتون کرده باشه اینا شاید اون کاری بدی در من نکرد ولی من گشتم دنبال دشمن تو زندگیم صد در صد و میخوام ببینم اون اون حسه اون دورانی که تو دشمنی برای اون یارو چه چب به اون میگذره یعنی یا لذت میبریم از اون تایممون یا نه؟ به اون میگذری یا من خود ما درصد داری ازش رنج میبری رنج واری. آره آدمت انگیزه بده نه من حالا توی کیس خودم اینطوری بودی که نه اصلا انگیزه ایم چون مثلا من میشنم میگن حالا تو اون وقتی که صرفه میکنی که به طرف کینه ببرزی یا مثلا دشمنش باشی اینا داری زندگی خودتو از دست میدی داری خودتو ناراحت میکنی آره. خون خودتو مثلا میگن کثیف میکنی اینا ولی آره. من اسم میکنم یه مقدارش خب لازمه دیگه یعنی این تو ما هست به خاطر ببنی... سیم کشی شدیم شاید براش 90... که اون رو داشته باشی 90 درصد این دشمنی هایی که حالا من داشتم موقعی که می نوشتم ویزو در رو شاید مثلا اون چند تایی که بوده واقعا الان که بهش میکنم تو ذهن من بوده ام. یعنی دقیقا همون چیزی که کارو میگفت یه اتفاقی افتاده من یه برداشت دیگه از, ات... از کاری که انجام شده داشتم برای همین شاید مثلا شروع کردم یه دشمنی یا علکی تو ذهن خودم پروروندم با این که شاید اون طرف اصلا فکرم نمیکرده به این کاری که من تو ذهنم هست این چی میگم؟ اه... این تاش کردیم چیکار کنیم؟ <applause> به <applause> بعد اپیزود من از اونجایی که در از این سیزن ام... خ... مثال شخصی میارم میخواستم اره. این بگم اینکه ما توی بره تا کن <تصفح> خ... <تصفح> توی ای از سمت یکی از افراد خانواده خانواده درجه یک نه ولی یه خدا زرق... اقتصادی اره یه ضربه اقتصادی خیلی مثلا <applause> خب آره, آره آره وارد شد و خب تا چندین سال مثلا ما عقوبش رو داشتیم عمل میکردیم زندگی میکردیم تجربه میکردیم و خب مثلا من من شخص من نسبت به اون شخص این حس دشمنی رو داشتم شاید هنوز هم داشته باشم بله بله چون میدم ایشون سرمو رو گنه داره رو میکنه بیزنسش و همه اون تشکیلاتش روز به روز پاورجا پاور میشه اون تاثیر اون پول اون مقداری که ایشون هپولی کرده بود و میدیدیم همه میدیدن میبینن و اسمش که میاد مثلا من اصلا یه آدم دیگه میشم اه. و این خب واسه من جالبه این قضیه دشمنی که مطرح کردی اینه که میخوام این تعریف دشمنی فکر کنم یعنی اونی که رقابت اون تلاش کرده نه. تو رو نابود کنه آره اون تلاش کرده و الانم من دلم میخواد زمین خوردن این شخص مثلا ببینم میگم یعنی که خیلی طبیعیه آره این به نظر من قشنگ تعریف دشمنیه این دشمنه این رقیب نیست دیگه آره. یکی اومده مثلا با علم و با برنامه اینا این کار یه کار ناعادلانه این دقیقا دشمنی ولی خب حالا چون من و فرهاد این تجربه رو با هم مشترکیم من همچین دیدی ندارم به همین موضوع یعنی من اصلا دستشون توی کاسه بود منکر <laughs> فکر هوا منو داشتن خب یعنی آره من منکرم این حالا ضرب و این نامردی و اینا نمیشم ولی اون دشمنی که بخوام طرف ببینم زمین بخوره و اینا نیست اینو گفتم به خاطر اینکه فکر کردم شاید فرق کنه بین افراد دیگه مسائل اینا قشنگه بالاخره توی خانواده بزرگ شد این اتفاقا میگید برای مشترک افتاده ولی دو تا دیدگاه مختلف تاثیر مختلف آخه آره، بچه بودین اصلا نمیفهمید فراد بزرگ, بزرگ بود آره آره یک سال که ولی خب بله از حمایت کنید آره همین نه خیلی جالبه که نظرتون فرق داره نیست که زنده یکی یکم با کامنت رو باید شروع بکنیم این سری کامنت های اپیزود گوگولی 275 سا هفتاد و گفته بود که من اینکه اینکه این میخونی میگفته کوکولی کو, کو, کو و رفت به میدونم اینو <laughs> ساخته مو سلط به این جواد گفته که این اپیزود خدا بود <تصح> خدا خواهشن <نه. تصح> بخش قبل اپیزود رو اگه زیاد نمی کنید دیگه برنامه برای حذفش نداشته باشید مرسی چی گفت حذف کنید من گفتم چهار بار نباشه دو بار از نه اینو حرفش رو اقلطه ندیده دو بار مقلطه میکنم اشکانی پدرام چی که کردی؟ زدم تو <تصح> <تصح> دمش گرم گفته که اگه یه روزی خود از پولی بشه من به خاطر پیش اپیزودها ها حتما میخرمش پدام جان مرسی من پیپر برای شما سجاد گفته که خیلی جالب بود من از پدر مادر پدرم پرسیدم که کدوم یکی از خواهر برادرم تو بچه گوگلی بودن هر دوشون اونی رو انتخاب کردن که به نظر من فرزند محبوبشون هست دشمنی تو ذهنش درست کردم کاشف به اول عمل میاد خود سجاده برجات البته میتونه باشه سجاده سلام گفته بودن که لوگو رو بذارید این ستون نمیشه خونه ما رو لطفا صحبت کردیم تو نطفه خفه شد یه دون از این کامنت ها هم که حس خوبی به ما میده بخونم سارا نوشته امروز سر کار روز شلوغی بود وقتی تو ماشین نشستم و یوتیوب رو باز کردم دیدم اپیزود جدید خودکست اومده به اسم گوگلی ماشین خیلی قشنگ آره موقع آره دیگه یوتیوب باست باست آره, آره میشه, میشه خیلی, خیلی تشکر ده. کنیم چون این نکنی. چراغ این خود بابا خب شاید نبینند تصویر رو <تصفی> 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 بعدی گفتن اول فکر کردم اشتباه میکنم ولی بله اینقدر خوشحال شدم و کل انرژی خوب گرفتم که نگو نفرس مرسی که هستید اگه که شما یوتیوب رو نگاه کنید این چی میشه؟ چرا این خونه این خونه رو شد خاموش نکنیم خدا سوالت نداری؟ چرا؟ وبسایت علی بابا رو باش آشنا هستید وبسایت چینی علی بابا که بله آقای جکما فاوندرش هستن این هفته دولت چین مبلغ دو میلیارد هشت بیلیون دلار جریمش کرد به خاطر اینکه وارد مرزهای مونوپولی شده توی چین و تقریبا بله. همه جا و خب خیلی چیز بود که پول خورده براشون چهار درصد فروشی بوده که روی این پلتفرم انجام شده در سال 2019 چهار درصد سود یا چهار درصد فروش فروش خیلیه جکما که یه مدت نبود آره قیب شده بود گفتن دولت چین سرش رو کرده خب همین دولت آره چین آره چین کانسپریسی قوی هست که همین داره. بوده و و بعدم که اومد یه سری اصخایی ها کرد یه آره خب سری آره. نقدایی داشت کاملا شدنیه تو اون مدل حکومت فری زنده است آره آره, آره. آره. نمیتونن چیزش بکنن ولی حسابی گوشش جرنده بوده یه دونه مستند تو نتفلیکس دیشب بود یا فریشت دیدیم به نام Operation Versity بلوز دیدید نه. در مورد نه. این اسکندل چی بگیم به فارسی چیز رسوایی شیادی و اینایی که در بردن توی آمریکا خانواده پولداری که میخواستن بچه هاشون برن دانشگاه آه، خوب آه، آه. و هزینه زیادی دادن به یه شخص هم بود به, آقا... به نام آقای ریک سینگر بعد... سینگر؟ سینگر آره بعد خیلی باحال بود که این طرف به داشت حالا شاید بخواین ببینیم ولی چه جوری رزومه می ساخت که م. از طریق تیمای ورزشی اینا رو بفرسته توی دانشگاه مثلا هاروارد و فلان و اینا یه جایش هست که به بابای میگه یه عکس میخوام از پسرت در حال واترپولو بازی کردن بعد پسرم میبره تو استاد اینطوری کلیپو بازی میکنن بعد عکس رو که میاد مثلا عکس خنده داره اون قسمتش که مثلا میگه اصلاً چیز اصلاً میکنه تو واترپولو و... تا انقدر نمیتونه از آب بپره بیرون بچت وایساده کف استخ ببرش آره. تو چرخه بزنه بعد عکس بگیر خیلی جالب بود اینو که دیدم ببینید حتما من اینجور مستنده رو خیلی دوست دارم مستنده که خیلی فراد فراده و خیلی کشت و کشتار عجیبه مثلا یکی اون فایر رو دیدی؟ فایر نه. فستیوال نه تا دیدی اون رو حالا برنینگ منه؟ نه مال قرار بوده فایر فستیوال باشه آیدیاش مثل خیلی با حال اونم فراده با بگو که ولی اینم جالب بود که خانواده ها مثلا هر کدوم که اینا که تو این اسکندل بودن چهار ماه پنج ماه رفتن زندان خانواده هم رفتن زندان آره مامان بابا آره خب به نظرم خیلی کم بود میزان زندان که رفتن یعنی رشوه است رشوه حق خوری بد قانون هستون آقام بیسوس فقط حالا یه خبر دوباره در مورد همین آقام بیسوس دانشگاه اینا دانشگاه کنتاکی یونیورسیتی آف کنتاکی توی آمریکا که جالبش میگن یوکی خیلی اشتباهی به 500 هزار تا از اپلیکنت های که از دبیرستان میخواستن برن دانشگاه یه, یه ایمیل میده که آقا اکسپ شدید برای یه پروگرمی نفر آره برای, برای یه پروگرام خیلی خاصی که اصلا چل تا آدم گرفته تظاهرات شد و بعد یه ایمیل سریع میزنن که تو یک ساعت میگن ما یه, یه گلیچی بوده توی سیستم و جالبه برای یکی ایمیل رفته بوده که اصلا هم اون دانشگاه اپلای نکرده بوده حالا ایمیلش یه جوری توی دیتا بوده ولی خیلی اینم باحال بود مادر من اپلای نکردم ولی قبول شدم خدا نگه یه خبر دیگه هم که خیلی عجیب و عجیب و جالب نبود یه خانومی بعد از سی سال ناخوناشونو آره دیدم اونو بریدن اصلا جالب نیست و تقریبا طول این ناخونا ده تا انگوش یه چیز بوده هفت و نیم متر بوده بعد یه حالا تصور کنید چه جوری زندگی میکرد می و اینا هیچ رابطه عشقی هم اینام نداشت دیگه بر... <تصفح> <تصفح> شما با دست رابطه عشقی برقرار بود در حال نیاز می دیگه میتونه هزار... بگیره نه. هزار جای یارو میره مثلا نه خیلی مواظبش بوده هر روز اینا رو میذاشته توی سری اویل و اینا بابا که... کنده میشه بعد کی کی ندید کی بریده اینا رو بعد بردن یک را... لاک هم میزده لاک میزده لاک, لاک <applause> <نشتیم> نده اون رو <applause> ببینیم چیه خواه. 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 جان قضاوت نکن آره دیگه این خیلی بعد رکورد گینس هم دارن ای یه, رکورد ای رکورد یه, یه رکورد بزنیم یه رکورد چیزی مول بلند کنیم یه چیزی اون حالا کنی نمیدونم چیزی آقا یه جالبه لایو هم منو من و فرهاد اون وقتها داریم میبینیم یه کلاق الان نه ولی گذاشته بود دنبال یه اقاب اقاب سرسفید کلاق بذاره دنبال اقاب چرا؟ جا داره یه شیر یکی بچه جالبه لایو گفت اینو فکر کنم بیشتر افرادی که بیرون از ایران برنامه خارجی میبینن دیدنه دیدن دیدن دکتر فیل رو فکر کنم خ... بله بله این یه برنامه داره که افراد میرن توش با مشکلات مختلف و سری راه حل is your father <laughs> <laughs> بعد یه دختری رفته بود پیش دکتر فیل چندین فکر کنم چهار پنج سال پیش بود یه عبارتی هم گفت اونجا خیلی معروف شد و اینا هم گفت کشمی کشنصر... آره. اینو با این عبارت احتمالا خیلی هم میشنسن کشمی میشنصر... <applause> کشمی؟ کشمی آوتساید ها ده کشمی و این حالاتو بعد خود این دختره به واسطه اون ویدیو پخش شدن و وایرال شدنش خیلی معروف شد بیبی هاوی هاوی آره بیبی بی بعدی هم چیزی با ایچ... اگه بعدی آره آره اون بعد... آنترپرنور بود دیگه آره واقعا خیلی خوب از اون فه... از اون شهرت استفاده کرد خواننده موزیک داد موزیک ویدیو داد تو بیلبورد رفت و اینا بعد این خب سن خیلی پایینی داشت الان یه دو سه هفته از تازه 18 سالش شده و روزی که 18 سالش شد یه اکانت اونلی فنز درست کرد و رکورد فروش سابسکریپشن تو اونلی فنز رو زد یک میلیون دلار فروش داشت تو همون بازه زمانیم چند روزه و خب اینکه اول خیلی عجیب غریب بود همچین عددی و بعد خیلی ها نگران این وضعیت بودن که ببین چقدر آدمایی بودن که منتظر بودن این دختر مثلا تو حالا حالا هوای سن کمی که داشته بیاد و حالا قانونی بشه سنش بتونه مثلا بیاد حالا خودش رو تو اون که تو اونلی فنز افراد به اشتراک میزنن به اشتراک بذاره و ببینن لیول زردی چند تا لول داشت قشنگ آره خیلی زرد بودن ولی اون موقع مثلا اینطوری که با مامانش دعوا میکرد که من دوست دارم با دوست پسرم مثلا رابطه جسمی جنسی داشته باشم تو تلویزیون ها و همینی که از سفر دیگه همین هم نیست کشمی از سفر ماشین مامانش میدوزید مثلا آره بعد رفته بود روی چم روز روی ویدیو کلیپ گرفته بود اینا خیلی دشمن خیلی داغ بود اون بحث این خانم بعد بعد صحبت میکرد و اینا بعد حالا این چیزی که خودش میگفت میگفتش که من تو مصاحبه که من سیاپوستم بعد دکتر فیروز که نه شما مادر گفت نه من سیاپوستم <applause> و میخواست از اون کلماتی که مثلا سیاپوست استفاده کنه گفت من هستم مشکل چیز دیوانه بود <applause> ببندیم مرسی ببنیم. که ما رو توی تمام فضای مجزوز... مجازو دنبال میکنید <applause> خیلی ممنون ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم فردا خدافظ البته اگه لاکداون نشده باشه صحبت میکنیم تلگرام اینستاگرام خدافظ